داستان‌های فارسی تاجر ونیزی در شهر زیبای ونیز بازرگان ثروتمندی به نام آنتونیو زندگی می‌کرد. سلام آنتونیو. سلام باسنیو، خیلی وقت ندیدمه. تدارکات عروسی چطور پیش میره؟ شایلک قربان، فردا همه بدهیمو میدم، قول میدم. قول قوله و معامله معامله است. تو قول داده بودی تا امروز بدهی تو بدی، و اگه نتونی پرداخت کنی باید سر حرفت بمونی و مغازه تو به من بدی. پولو که ندادی پس مغازه تو مال من میشه. بدهی من فقط 50 سکه است، ولی مغازم خیلی بیشتر از اینا میارزه. قبل از این که مغازتو گرو بذاری باید فکر این جاشو میکردی. حالا دیگه برو. شایلک صاف کن. بیا اینم 50 سکه که مرسانیو بهت بدهکاره. نه، چرا من باید پول تو رو بگیرم؟ مرسانیو باید تا امروز پول منو میداد. حالا که امروز هنوز تموم نشده شایلک، چند ساعت تا غروب آفتاب مونده، اینم پولت. برو از مغازش بیرون، وگرنه میرم دادگاه و ازت شکایت میکنم. آنتونیو، خیلی ازت ممنونم آنتونیو. تا فردا پولتو برمیگردونم، بهت قول میدم. مطمئنم همینطوره. آنتونیو، تو دیگه کی هستی؟ اون شایلک بدجنس حتما ازت متنفره. دیگه اونو فراموش کن. بگو ببینم تدارک عروسی چطور پیش میره. خب خوبه، خوب پیش میره، ممنونم. مشکلی هست باسانیو؟ نه، همه چیز خوبه. هی پسر، ما با هم دوستیم. بگو ببینم مشکل چیه؟ فکر میکردم این هفته پول خوبی در میارم، ولی حداقل 5 ماه طول میکشه که این پول رو در بیارم. کلی هم خرید کردم که باید پول اونارم بدم. چقدره؟ 3000 سکه. خیلی پول زیادیه. میدونم. یه حلقه واسه پورشه خریدم. قراره یه جشن بگیریم و 5000 تا فقیر رو دعوت کنیم. به خاطر ازدواجمون میخوایم بهشون هدیه بدیم، ولی حالا نمیدونم باید چی کار کنم. کار شریفیه باسانیو. خوشحال میشم این پولو بهت قرض بدم، ولی الان 3000 سکه ندارم. اما کشتیام تا 3 ماه دیگه برمیگردم، اون موقع 3000 سکه رو دارم. تا موقع خیلی دیره، عروسی هفته دیگه است. آه، یه فکری دارم، با من بیا. آنتونیو، اگه دخالت نکرده بود به جای 50 سکه صاحب مغازه‌ای شده بودم که 500 سکه میارزه. همیشه تو کارهای من دخالت میکنه. باید تقاضاشو پس بدی، یه روز بهاشو میدی. شایلک؟ نه آنتونیو، اجازه نمیدم از شایلک قرض بگیری. تو که میدونی اون چه شیادیه. باسانیو، فقط 3 ماهه. هر وقت کشتیام برگردن میتونم خیلی راحت 3000 سکه رو برگردونم. آی شایلک. چی آنتونیو؟ یکم پول میخوام. تو که پولاتو خیرات میکنی کاتبی منو خراب کنی، حالا از من پول میخوای؟ شایلک تو خیلی بی‌انصافی، خودت هم میدونی. من 3000 سکه پول میخوام. 3000 سکه؟ شانس ممرو کرده تا حساب آنتونیو رو برسم، به خاطر همه وقتایی که بهم توهین کرده و نقشه‌امو خراب کرده. بسیار خوب، من این پولو بدون هیچ سودی بهت میدم، اما اگه نتونی تا 3 ماه کل پولو برگردونی، هر چیزی که داری و ازت میگیرم و مال من میشه. ببینم قبوله. آره، این یک کلاهبرداری محض شایلک. بیا بریم آنتونیو. نگران نباش باسانیو، کشتی هم تا 3 ماه دیگه میرسن. اونا از آفریقا را افتادن. اصلا جای نگرانی نیست. تو الان پول لازم داری رفیق؟ باشه، قبول میکنم.
باسانیو خیلی نگران آنتونیو بود. اون میدونست که نمیتونه به شایلک اعتماد کنه. اما آنتونیو مطمئن بود. شایلک 3000 سکه رو به اون داد و حالا باسانیو میتونست برنامه های عروسیش رو عملی کنه. باسانیو با دختری زیبا، عاقل و باهوش به نام پورشیا ازدواج کرد. اون حلقه زیبایی که دوست داشت به پورشیا بده رو به اون داد و اونا با همدیگه دارایی و اموالشون رو با فقرا تقسیم کردن. جشنی برگزار کردن و با یه میزبانی گرم هدیه هایی به اونا خیرات کردن. ممنونم آنتونیو. بدون تو هیچ کدوم از اینا ممکن نبود. بس کن دیگه باسانیو. چطور تو همچین جشن عروسی شرافتمندانه ای کمک نکنم؟ نه؟ میدونی پورشیا، آنتونیو همه زندگیشو به خطر انداخت تا برامون 3000 سکه طلا واسه عروسی بگیره. چی؟ تو هم اجازه دادی این کارا رو بکنه؟ نگران نباشید، با هر دوتون وقتی کشتیام از دریا برگردن اون وقت کلی پول دارم. ماها گذشت. باسانیو و پورشیا با هم خوشحال و شاد بودن و آنتونیو مانند خانواده اونا بود. خیلی زود وقت اون رسید که آنتونیو پول شایلکو برگردونه. قربان، از دادگاه براتون نامه اومده. این چه وضعیه؟ این چیه؟ خب، شایلک منو احضار کرده دادگاه چون من میخوام پولشو پس ندم. مگه وقتش شده؟ من مطمئنم حداقل 10 روز دیگه تا موعد برگردوندن پول وقت داریم. ببخشید قربان، من میتونم یه چیزی بگم؟ حتما. چی میخوای بگی ریبوس؟ قربان، جناب شایلک به این مشهوره که تاریخ قراردادشو تغییر میده. احتمالاً تاریخو از 18 به 8 تغییر داده. چی؟ صبر کنی، نمیتونید همینجوری دستگیرش کنی. اون باید فردا تو دادگاه حاضر بشه و جناب شایلک خواستن دستگیر بشه تا نتونه فرار کنه. آنتونیو، آی چی شده؟ دریا طوفانی شده؟ کشتی های آنتونیو؟ آره کشتی ها، اما شایلک یه روز دیگه صبر نمی کنه و با این خبر دوستم محکوم میشه. نه، من نمیذارم هیچ آسیبی به آنتونیو برسه. برو پیشش، ولی اصلا درباره طوفان باهاش حرف نزن. هیچی نگو. الان وقتشه که شایلک یه درسی بگیره. من به عنوان وکیل آنتونیو میام به دادگاه. تو؟ چطوری؟ فقط برو پیش دوستتو، چیزی هم بهش نگو. نگران نباش، نمیذارم اتفاق بدی براش بیفته. باشه؟ من بهت اعتماد دارم. روز بعد آنتونیو رو به دادگاه و نزد قاضی آوردن. خوب آقایون، چی داریم اینجا؟ جناب شایلک تندرز و آنتونیو باسیلوس، بیاید جلسه رو شروع کنیم. سرورم، وضعیت خیلی ساده است. آنتونیو از من 3000 تکه قرض گرفت. وقتی پولو بهش قرض دادم بهم قول داد اگه تا امروز پولو برنگردونه هر چی که متعلق به اونه مال من باشه، خود خودم. قربان، اون تو تاریخ قرارداد تقلب کرده. جناب تندرز، میشه قراردادو به من نشون بدی؟ بفرمایید قربان. اما جناب تندرز، ارزش دارایی های آقای آنتونیو بیش از 3000 سکه است. چرا فقط بخشی از دارایی اونو برنمیدارید؟ متاسفم قربان، آنتونیو خودش قرار داد و امضا کرده. معامله معامله است، قولم قوله. جناب آنتونیو، تو چطور همچین قرارداد احمقانه‌ای رو امضا کردی؟ جناب تاندر، تجدید نظر کن، این رفتار ظالمانه است. شما بزرگوارید، اما این کاملا قانونیه. من از آنتونیو میخوام تا به قرارداد قانونی که امضا کرده عمل کنه و سر حرفش بمونه. جناب شایلک، این حق شماست. آقای آنتونیو باید حتما به قراردادی که امضا کرده عمل کنه. آقای تاندرز، طبق این قرارداد اگه آقای آنتونیو تا امروز این مبلغ رو پرداخت نکنه،
هر چیزی که متعلق به اونه مالی شما میشه. درسته؟ درسته. میخوام بپرسم که شما نمیخواین تجدید نظر کنی؟ به هیچ وجه. معامله از قولم قوله. بله. بسیار خوب. قربان، در این صورت تمام چیزایی که آقای آنتونیو تو دریا از دست داده متعلق به آقای تاندرزه و اون باید اونا رو با خودش ببره. تو دریا از دست داده؟ بله. بیا خودت ببین، این دیروز غروب رسیده. یه طوفان بزرگ تو کرانه دریای مدیترانه اتفاق افتاده. از جایی که قرار بود کشتی برسه، باید بری چیزایی که تو طوفان از بین رفتن رو جمع کنی. احتمالاً 20,000 سکه بشه. البته که نه، هرگز. وقتی میگی صاحب همه چیزایی هستی که متعلق به آقای آنتونیوه، با تمام بی‌طرفی به معنی تمام سودا، دارایی‌ها و شکستای متعلق به آقای آنتونیو میشه. قربان، این تقلبه. همونطور که گفتین، معامله معامله است، قولم قوله. حق با وکیل مدافع است. تو هم باید بری و همه چیزهای از دست داده آنتونیو رو جمع کن. من 3,000 سکه رو بهش میبخشم. نمیخوام پولم برگرده یا قرارداد انجام بشه. بس دیگه جناب تاندرز، رفتار شما ثابت کرده شما عمدن قراردادی رو بخشیدید که میدونید منصفانه نیست. این رفتارتون علامت سوال بزرگی روی صداقتتون میذاره. بنابراین این دادگاه شما را از بستن هر گونه قراردادی منع میکنه تا زمانی که قراردادها مورد تحقیق قرار بگیرن. مامورها ببریدش. تمام کشتی‌های من توی دریا از بین رفتن. دریا طوفانی شده. بیا با هم بریم خونه آنتونیو. تو باید استراحت کنی. آنتونیو خیلی ناراحت بود که کشتی‌هاش در دریا از بین رفتن و باسانیو اونو به خونه برد. من همه کشتی‌هامو از دست دادم. آره، خیلی ترسیدم. چرا میخندی؟ یه لحظه صبر کن آنتونیو. باسانیو، وکیلی که واسه دفاع از من اومد دادگاه کی بود؟ میخوای ببینیش؟ اون اینجاست، بفرمایید، اینم وکیلتون. پورشیا، تو بودی؟ آره، واسه تمام چیزایی که از دست دادی متاسفم. شما دوتا چتونه؟ به چی میخندی؟ من همه کشتی همه از دست دادم؟ نه، از دست ندادی هیچ چیزو. طوفان بزرگی در ساعت 15 به کرانه دریای مدیترانه آسیب رساند. این فقط نصف پیغامه، بقیهش اینجاست. اما نگران نباشید جناب آنتونیو، ما ساعت 10 و قبل از رسیدن طوفان آن منطقه را ترک کردیم. تمام کشتی ها و کالاهای شما سالم هستند. کشتی های شما 20 همین ماه به ونیز میرسند. اما چطور؟ ما فقط نصف پیغامو به شایلک نشون دادیم. قاضی هم میخواست به شایلک درس بده. به خاطر همین وقتی فقط یه صفحه از پیغامو نشونش دادم چیزی نگفت. شایلک دیگه هیچ وقت جرأت نمی کنه بگه معامله معامله است، قولم قوله. پرسیا، دوستم باسانیو خیلی خوش شانسه که با چنین تن عاقل و باهوش، شجاع و درستکاری ازدواج کرد. واقعا ازت ممنونم. پایان.